سلام خدمت همه دوستان، دوستان نرم افزار آزادی، اونایی که تو نرم افزار آزاد بودن، دوستانی که میخوان به نرم افزار آزاد بپیوندن، یا اونایی که حالا محض اطلاعات عمومی یا هر چیز دیگه ای اومدن توی این همایش. توی این کنفرانس هم میخوایم ببینیم که شرکت هایی مثل مایکروسافت چرا اومدن به سمت نرم افزار آزاد، چرا دارن محصولات آزاد و متن باز رو تولید میکنن و با دیگران به اشتراک میذارن و هدفشون و سودشون از این کار چی بوده. شرکتی که هممون تقریبا میشناسیم، احتمالاً تقریبا نه هممون میشناسیم، مایکروسافت. مایکروسافت شرکتیه که یه زمانی با زمان مدیریت ایشون آیه استیو بالمر میگفتش که لینوکس سرطانه. البته اون موقع مؤسس مایکروسافت آقای بیل گیتس هم نظراتی در مورد مضر بودن نرم افزار آزاد و بحث مضر بودن نرم افزار متن باز مطرح میکرد، اما شاید بشه گفت این لحنه های استیو بالمر یه جور فحاشی به لینوکس و نرم افزار آزاد بوده. این صحبت رو تقریبا شاید بشه گفت نزدیک 10 سال پیش آیه بالمر گفتن و امروز مایکروسافت با تغییر مدیر عامل یکی از برترین شرکت های حوزه نرم افزار آزاد اوپن سورس شده. حالا میخوام ببینیم چرا مایکروسافت یه همچین تغییر رویه‌ای داده و چرا به سمت نرم افزار آزاد داره حرکت میکنه و حالا شرکت های دیگه مثل فیسبوک و اپل. اولین ارتباط مایکروسافت و نرم افزار آزاد همین حرفای بالمر بودش. بعد از تغییر مدیر عامل مایکروسافت، آیه ساتیا نادلا توی کنفرانسی، رئیس جدید مایکروسافت توی کنفرانسی گفتن که مایکروسافت loves Linux، یعنی مایکروسافت عاشق لینوکسه و میخواد که توی محصولات مختلفش از اون استفاده کنه. از اون موقع بود که مایکروسافت یک لایسنسی رو تحت عنوان MSPL منتشر کرد. این اسکرین‌شات از سایت opensource.org که توضیح میده که مایکروسافت لایسنسش یک لایسنس کاملا آزاده، کامن کریتیو و تحت آپاچه 2 و MIT لایسنس میشه. تمام محصولات متن‌باز مایکروسافت به صورت آزاد در گیت هاب وجود داره و میتونید اون از اون استفاده کنید و حتی به عنوان محصول مورد نظر خودتون اون رو توسعه بدید و به بازار عرضه کنید و یا حتی بفروشید. یعنی تا این حد نرم افزارها آزاد شدن. در مورد لایسنسی بحث دیگه، لایسنس های دیگه هم هستش مثل لایسنس فیسبوک و اپل، که اپل کلان یک نرم افزار، یک محصولش اوپن سورس، اون هم زبان برنامه‌نویسی سویفته که اون هم لایسنسش کاملا آزاده و قابل استفاده برای همه است و فیسبوک و لایسنس های آزاد قابل استفاده برای عموم برنامه‌نویس‌ها هستن. یه نگاهی به شرکت‌های برتر تو حوزه، شرکت‌های برتر و ریپوزیتوری‌های برتر توی گیت هاب بندازیم. برترین شرکت توی سال 2015 فکر کنم در زمینه کانتریبیوت‌های انجام شده، حالا توسط خودش حالا برنامه‌نویسان دیگه به ریپوزیتوری‌هاش، شرکت مایکروسافت بوده. شرکت مایکروسافتی که تا همین 10 سال پیش اعتقادش این بود که لینوکس سرطانه، الان از لحاظ تعداد کانتریبیوت اولین شرکت توی حوزه نرم افزار آزاده. بعد از اون فیسبوک قرار داره. فیسبوک یک شرکت انحصاری بود که تغییر رویه داد اون هم، ولی حالا مدیرش عوض نشد، دو همون آقای زاکربرگ و داکر که احتمالاً همه آشنایی دارید و حالا شرکت های دیگه، انگولار، گوگل، اتم، فونت اوسام و حالا الاستیک، آپاچه و MPM. یه سری هم به ریپوزیتوری ها بزنیم، میبینیم که مایکروسافت محصولش ریپوزیتوری
ششم هست توی گیت هاب. بیشترین ششمین ریپوزیتوری از لحاظ کانتریبیوت های انجام شده توی گیت هاب مال مایکروسافت ویژوال استودیو کده که در موردش حالا صحبت های بیشتری هم انجام میشه. محصولات دیگه هم هست، ریاکت نیتیو فیسبوک و حالا موارد دیگه. نخستین استفاده حالا ارتباط مایکروسافت از نرم افزار آزاد حالا لینوکس، گنو لینوکس در محصولات خودش در سرویس اجور بود. مایکروسافت در سرویس اجور برای اینکه احتمالاً بتونه مدیریت بهتری روی سرورهای خودش داشته باشه، بتونه سرویس های بهتری ارائه بده، از لینوکس استفاده کرد، از کرنل لینوکس روی سرویس های اجور خودش. این یک اتفاق خیلی بزرگ میتونست باشه که بود واقعا، و الان شما با استفاده از اجور و سرویس های لینوکسش میتونید قدرتی توی بحث هاست خودتون داشته باشید که برابری میکنه با آمازون وب سرویس. و بحث بعدی نرم افزار وی اس کد. وی اس کد، ویژوال استودیو کد، یک ادیتور برای برنامه‌نویس هاست. وی اس کد بیشترین ریپوزیتوری کانتریبیوت شده توسط مایکروسافت و متن باز در گیت هاب قرار داره. میشه روی اون تغییرات ایجاد کرد. الان بسیاری از تم ها و اکستنشن ها براش عرضه شده، نزدیک هزاران تم و اکستنشن براش وجود داره و یک استور واحدی هم داره که میشه از اونجا رو دریافت کرد. نرم افزار وی اس کد این قابلیت رو داره که شما مثلا کامپایلر پی اچ پی یا کامپایلر سی شارپ رو حتی بهش اضافه کنید، یا حالا کامپایلر نود جی اس یا حال هر چیز. و این قابلیت ها رو همه رو مدیون اینه که این نرم افزار رو به صورت اوپن سورس و آزاد عرضه کرده. وی اس کد الان میشه گفت یکی از پر استفاده ترین و پر کاربرترین ادیتورهای موجود برای برنامه نویس هاست. همه اینها هم تماما برمیگرده به اینکه اوپن سورس و آزاده. و بحث دات نت کور. دات نت فریم ورک رو تقریبا خیلی از برنامه‌نویس‌ها، اونهایی که برنامه‌نویسی کار کردن، میدونن چیه. یک فریم ورک برای استفاده از قابلیت‌هاش. شما مجبور بودید ویندوز داشته باشید، شما مجبور بودید از ویژوال استودیو استفاده کنید. از قابلیت‌های خیلی خوبش مثل نوگت پکیج، کامپایلرها و به صورت جاستین تایم بخواید کامپایل کنید برنامه‌تون. تمام این ویژگی‌ها به صورت کراس پلتفرم، به این صورت که در تمام پلتفرم‌ها وجود داره، تحت عنوان دات نت کور، نه دات فریم ورک، دات نت فریم ورک، دات نت کور در سال گذشته عرضه شد و به صورت فری، یعنی به صورت آزاد و اوپن سورس در گیت هاب قرار گرفت. وقتی که این اتفاق افتاد تقریبا یه انفجار خبری بزرگی توی توییتر حالا یا رسانه ها اتفاق افتاد. چرا؟ چون دات نت فریم ورک بستر، یه جوری بشه گفت بستر برنامه‌نویسی ویندوزه. شما بخواید راحت برنامه‌نویسی کنید توی ویندوز، یا حالا اکثر برنامه‌های ویندوز تحت دات نت فریم ورک هستن. و الان با آزاد شدن دات نت فریم ورک شما میتونید از ویژگی‌هاش استفاده کنید و برنامه‌هاتون رو به راحتی توی لینوکس و مک با دات نت کور و دات نت فریم ورک اجرا کنید. یکی از دوستانمون هم در مورد ASP.NET و دات نت کور توی همین همایش کلاس 101 ارائه دارن، آقای جعفرآبادی، پیشنهاد میکنم حتما برید، به صورت کارگاهه و قشنگ توضیح میدم بهتون. یکی از مزایای دیگه ASP.NET اوپن سورس و کراس پلتفرم اینه که شما میتونید روی سرورهاتون، چه ویندوزی چه لینوکسی، از ASP.NET استفاده کنید.
و این یک اتفاق خیلی بزرگ میتونه باشه و این در واقع شاید بشه گفت سود بیشتر قضیه به نفع مایکروسافته که در مقابل PHP ASP استفاده بسیار بیشتری ازش خواهد شد. و مطلب دیگه هم قراره که تا سال 2000 تا پایان سال 2017 نسخه نهایی SQL Server هم که نرم افزار پایگاه داده های مایکروسافتی هست به صورت کراس پلتفرم عرضه بشه و روی سرورهای لینوکسی بشه هم از ASP.NET مایکروسافت و هم SQL Server مایکروسافت استفاده کرد و این یک اتفاق خیلی بزرگ البته بیشتر برای مایکروسافت و هم برنامه نویسان خواهد بود، چون میدونید که بیشتر سرورها روی لینوکس سوار میشن و مایکروسافت الان بازار خودش رو به شدت گسترش داده و میتونه از بازار بسیار بهتری بهره‌مند بشه. یکی از مواردی که هنوز توی مایکروسافت اوپن سورس نشده، آزاد نشده و میشه گفت احتمال قوی آزاد میشه، ویندوز آی او تی برای اینترنت چیز هاست. این نسخه از ویندوز قابلیت خیلی خوبی داره، ولی همونجور که میدونید احتمالا با آی او تی آشنا هستید، نمیشه توی بخش آی او تی کار کرد و به یک سری از زیر سیستم ها و فایل های سیستمی دسترسی نداشت، چون به هر حال شما مجبورید یه مقداری کانفیگ روی دستگاهتون داشته باشید و اگر که این دسترسی رو نداشته باشید احتمال قوی از این سیستم استفاده نخواهید کرد. پس احتمال قوی مایکروسافت اولین نسخه از ویندوز رو که اوپن سورس خواهد کرد ویندوز نسخه آی او تی خواهد بود. البته ویندوز فون هم چون تقریبا رو به شکسته احتمال قوی اوپن سورس خواهد شد تا بتونه در مقابل اندروید حداقل یه حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه شرکت‌های دیگر رو به خودش جذب کنه. در گیت هاب اون رو کانتریبیوت میکنم بهش و توسعهش میدم و تمام ایرادهاش، تمام باگ‌های امنیتی اینهاش رو براش میتونن رفع کنن. زبان برنامه نویسی سویفت حدود در زمینه فعالیت های اپل تو زمینه اوپن سورس نمیشه زیاد نظر داد، چون تنها محصول آزاد و اوپن سورس اپل توی گیت هاب سویفت هست. البته از اینکه اگه گیت هاب اپل رو باز کنید میبینید که دو صفحه ریپوزیتوری داره که البته دو صفحه صفحه دومش یه دونه است، دو صفحه ریپوزیتوری داره که 90% سویفت هست، یعنی در واقع سویفت بتا، سویفت فلان از این چیز هست و اپل فقط میخواسته بگه که من هم مشابه شرکت های پیشتاز عرصه فناوری من هم در حوزه نرم افزار آزاد فعالیت دارم و محصولات خودم رو به صورت آزاد و اوپن سورس در اختیار دیگران قرار میدم. لحاظ تعداد کاربر هم تعداد کاربران عضو در این شرکت هایی که تا الان تا اینجا گفتیم اپل کمترین تعداد کاربر رو داره در گیت هاب، چون میدونید که توی گیت هاب شرکت ها و ارگانیزیشن ها اینا همشون تعداد ممبر و عضو دارن و از اینها استفاده میکنن برای اینکه کانتریبیوت بکنن توی پروژه هاشون یا ریپوزیتوری ها رو بذارن توی گیت هاب. اپل 55 عضو داره، فیسبوک 500 حدوداً 520 عضو داره و مایکروسافت عددش گنده بود بذار من اینجا ببینم 2600 نفر کاربر داره اکانت مایکروسافت در گیت هاب. تا اینجا کار من خودم تا همین دو دیشب داشتم بررسی میکردم ببینم کدوم شرکت ها فعال ترن، واقعا بشه گفت مایکروسافت از همه فعال تر بود و
با بررسی‌هایی که کردن مایکروسافت 10 صفحه ریپوزیتوری توی گیت هاب داره، فیسبوک 9 صفحه داره و اپل 2 صفحه. توی این شرکت‌های بزرگ دنیا مایکروسافت الان اصلا پیشتازتر شده. حالا امیدواریم که محصولات دیگه خودش رو هم متن باز و آزاد بکنه و نگرانی‌هایی که ما داریم و جامعه آزاد داره رو برطرف کنه و کدهاشو بشه درست بتونه درست کنه. شرکت بزرگ بعدی که از نرم افزار آزاد استفاده میکنه توییتر هست. توییتر تمامی سایتش، تمامی محصولاتش روی گیت هاب هست. تمامی چیزهایی که استفاده کرده روی گیت هاب هست و میتونید از اون استفاده کنید. توییتر تمامی سایتش و بکندش و فرانتندش رو در توییتر در گیت هاب قرار داده. یعنی یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی دنیا و موفق‌ترین شبکه‌های اجتماعی دنیا داره از نرم افزار آزاد استفاده میکنه و این قدرت نرم افزار آزاد نشون میده که چطور تونسته کاربران رو به سمت شبکه به سمت محصولات موفق بکشونه و محصولات رو هر چه بهتر برای کاربران آماده کنه. توییتر فونتش، ایموجی‌هاش، فرانت اندش، بوت استرپ که مال توییتره، همش توی گیت هاب قرار داره. پایگاه داده از مای اس کیو ال استفاده میکنه که اون هم اوپن سورس و آزاده و میشه گفت توییتر سرآمد شرکت های موفق، تقریبا میشه گفت موفق در زمینه نرم افزار آزاده. خب به هر حال لایسنسش که کاملا آزاده، یعنی همچین حرفی شما میزنید امکان داره اتفاق بیفته. ولی یه نکته‌ای که تو خیلی از این شرکت‌ها هست اینه که محصول بهتری رو به مشتری ارائه بدن، وگرنه از اینها چه کدشون رو ارائه بدن توی گیت هاب چه ندن، به هر حال کپی ساخته میشه. بحث اینه که اینها الان مثلا یک برندی هستن و اگه توی گیت هاب قرار بدن، برنامه نویسا میان روی برنامه هاشون کانتریبیوت انجام میدن، میان روی برنامه هاشون در واقع اصلاح انجام میدن و باگ هاشون رو رفع میکنن براشون و یا حتی پیشنهادهایی میدن که برنامه هاشون بهتر بشه. الان همین وی اس کد رو من تو نسخه اول، الان توی اوبونتوم ندارم، توی نسخه اول وی اس کد یه چیز واقعا افتضاح بود، ولی نسخه به نسخه تغییرات که انجام میشد توش آدم واقعا احساس میکرد که این یک برنامه جدایی از برنامه های مایکروسافته. سرآمد برنامه های مایکروسافت الان میشه گفت وی اس کده، سرشار از تمت، سرشار از اکستنشن ها و واقعا یک برنامه همه چیز تمامه و تمام این رو، تمام این که الان چند میلیون یوزر شاید داشته باشه اینه که از نرم افزار آزاد داره استفاده میکنه. توییتر هم همینجور. الان توییتر یکی از موفق ترین با همین اوپن سورس، با همین نرم افزار آزاد داره یک محصول دیگه رو ارائه میده. الان بوت استرپ یکی از معروف ترین فریم ورک های فرانت اند، شاید پرکاربرترین هم هست و این یک محصول از توییتره و فقط و فقط و فقط چون که یک محصول آزاد و نرم افزار آزاد بوده داره استفاده میشه. در واقع میشه گفت اینها دارن از نرم افزار آزاد استفاده میکنن و کمک هم میکنن. بکند توییتر رو چک نکردم ولی توی سایت dev.twitter.com/open-source یه همچین چیزایی بود فکر کنم، تو اونجا بری ببینی هستش. من بررسی کردم واسه بکندش هم یک سری حالا احتمالا بکندش مقداریش هست، اما تلگرام هم که میگن، تلگرام یکی از دلایل محبوبیتش و استفاده ازش همین آزاد بودن نرم افزار هاست.
همین آزاد بودن بخش هایی که توی گیت هاب قرار داده و کانتریبیوت هایی که روش میشه. همه اینها باعث میشه که تلگرام بتونه یک نرم افزاری رو به صورت به بهترین نحو ممکن با بیشترین نوآوری ها به کاربران ارائه بده. و الان دنیا به اینجا رسیده که نرم افزار آزاد، کامیونیتی نرم افزار آزاد میتونه محصولات بهتری رو تولید کنه، دنیای بهتری رو بسازه. به خاطر همین بزرگترین شرکت های دنیا، مایکروسافت دومین برند ارزشمند دنیاست، اپل اولین برند ارزشمند دنیاست اللحاظ برند، اینها اومدن دارن توی نرم افزار آزاد اینجوری کار میکنن. پس قطعا یک چیزی هست، قطعا یک سیاست های درستی پشت نرم افزار آزاد هست که همه اینها اومدن و دارن توش استفاده میکنن، کمک میکنن بهش و ازش استفاده میکنن. حالا هلس کی دم هست؟ اینی که گفتم، من اول اینکه نگفتم تماما تو سویفت، تقریبا همش سویفته. چون مثلا الان من الان برات گیت هاب بیارم، نصف کنه 70% 80%ش سویفته و حالا وب کیت و این چیزا هم داره. و اینکه گفتم ببین تعداد اعضا توی گیت هاب خیلی مهمه. تعداد اعضای اون کمپانی هستن که میرن کانتریبیوت میکنن. خب حالا من اون اسپین رو که میگی بررسی نکردم، ولی حالا تو همین گیت هاب که حالا کانتریبیوت ها رو گفتی، تو همین گیت هاب حالا کانتریبیوت ها رو گفتی، از لحاظ تعداد کانتریبیوت توسط کارمندان اون کمپانی به نام اون کمپانی، مایکروسافت از همه بیشتره. تو حالا تو اینه که من اینجا گفتم، شاید حالا شرکت های دیگه باشن که بیشترن. مایکروسافت 2600 نفر داره، قطعا این 2600 نفر کانتریبیوت برن بکنن تو جاهای دیگه توی گیت هاب تعداد بیشتری میگیره. یا مثلا فیسبوک که 500 تا داره تعداد بیشتری میگیره. حالا فعالیت من توی گیت هاب بررسی کردم، توی اس وی ان بررسی نکردم. سوال دیگه نیست؟ ممنون.